این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون. از بادکنک اقتدار موشکی عظما که بدجوری ترکید و آخوند رئیسی مشنگی که هنوز که هنوزه داره تو این بادکنک ترکیده فوت میکنه. توان موشکی و توان پهپادی ایران که توان بالایی است، جلوه‌ای از اون در این عملیات به نمایش گذاشته شد. دقت عمل در این عملیات دقت بسیار بالایی بود. در این عملیات مراکز نظامی هدف قرار گرفت. از جمله جلوه‌های این عملیات هماهنگی کامل بین میدان و دیپلماسی بود. کار برای فضای مجازی هم تصاویری از دقت عمل بسیار بالای آخوند رئیسی و موشکاش رو روی کردن. توان موشکی و توان پهپادی ایران که توان بالایی است، جلوه از اون در این عملیات به نمایش گذاشته شد. خوش به حالی که با آرزو رسیدی. بالاخره اگر شما نبودین قدر شما را بالاخره ما میدونم که شما بالاخره حالا ما همه گفتیم زدیم، شما میگین زده. صوتی اژه گوشخار از رئیسی هم مفتضح‌تره. صاف صاف داره میگه ما گفته بودیم که میخوایم بزنیم. این عملیات اینو نشون داد که این یه کار تنبیهی بود، یه کاری بود که فقط دو تا محل نظامی این رژیم غاصب را که از همونجا هم اونها حمله کرده بودن به کنسولگری ما، ولی این رو به دشمن فهموندن، به آمریکا حتی فهموندن، به رژیم غاصب فهموندن که ببینید این یک عمل تنبیهی و یک عمل متقابل با همون مسئله بود. این قسمت از حرفای اژه گوشخوار یادآور این سکانس از فیلم سینمایی قدیمه. چینم خیلی آقایی، نوکرتم یه دقیقه بیا اینجا، بیا اینجا یه دقیقه، نوکرتم، چاکرتم، یه دقیقه بیا. توی فضای مجازی تا دلتون بخواد به ریش عظما و جک و جونوراش خندیدن. کلثوم اکبری به تنهایی 13 نفر رو کشت، بعد موشکای ما یه نفر هم نکشت، کاش که فوش بودن. بیامو پا که بایا رکوه لا پایلیرا نیما کوستو سو allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En la chancla. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada entre metida entre las piedras de chipiona de faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. البته این قضیه به کاربرای فارسی زبان محدود نشد، حتی کاربرای کشورهای دیگه هم اینطوری عظما رو مسخره کردن. اولو شو اتم بمبسی kaldırın demedim mi oradan? Nükleer bombaların arasına kaldırın. Ayağa kaldır. Alo. Kaldır. İsrail mi? Merhabalar, ben İran. Yarın akşam müsaitseniz biz size drone saldırısı yapacağız. Ama yok, lütfen sıra bizde. Ya yarın 18 nasıl?
20 olmaz ya. 20'de Suriye'yle bir şeyimiz vardı. 18'de müsaitseniz biz öyle bir şey yapıp Suriye'ye geçeceğiz. He. Nasıl? Ama yani. Bir gün var daha ya. Ya Lübnan he. Dur sorayım. Efendim İsrail telefonda da çok geç haber veriyorsunuz. Böyle olmaz. Vallahi hazırlık mazırlık diyor. 18'de Lübnan'a sözleri varmış. Lübnan 18'de kağıt uçak yapıp atacakmış İsrail'e. Onunla uğraşacağız diyor. Siz diyor ertesi sabah olur mu diyor. Tamam. Alo. O zaman ertesi sabah saat 5. Hem böyle alacakaranlık böyle havada patlatırsınız ışıklı ışıklı eğlenceli bir şey olur. این هم کاریکاتوری که رسانه های خارجی از موشک سواری یا بهتر بگیم خیار سواری یا خیار پرانی عظما منتشر کرده. فضاحت به اونجا رسید که العربی گزارش داد توی اردن لاشه های موشک های رژیم رو حراج کردن. البته فضاحت‌های عظما به همینجا ختم نشد. تو روز ارتششون هم از ترسشون رژه تهران رو تو لویزان برگزار کردن و توی مشهد هم چنین صوتی تاریخی دادن. شما را با عبارت من از یگان ویژه تشکر می‌کنم. پیمان شکنان قرار دادید تا پیر و مرادتان شما را با عبارت من از یگان ویژه تشکر می‌کنم. توی این اوضاع و احوال عظمای ورشکسته دنبال بتونه زدن به درز و دوزای نظامشه. فعالان سیاسی، فعالان اجتماعی، فعالان رسانه‌ای بدانید توفیق در توحید کلمه است. توفیق در وحدت کلمه ملت ایرانه. اختلاف نظر دارید داشته باشید، اختلاف نظر سیاسی و غیر سیاسی اشکالی ندارد، اما درگیری و یقه‌گیری و وحدت رو شکستن و دو دستگی ها و دو گروه های جعلی درست کردن به زیان کشور. این هم یک تصویر شماتیک از نظام عظما در دوران یک دستی. توی اوضاع و احوالی که همه دارن توی نظام ولایت به همدیگه سنگ میزنن دو کلمه هم از این حجت الاسلام شوت العلماء بشنوید. شرایطی نیست که به هم سنگ پرتاب کنیم. ما هرچی سنگ داریم باید تو سر اسرائیل بزنیم، تو سر آمریکا بزنیم، تو سر انگلیس بزنیم، تو سر فرانسه بزنیم. بابا کجای کاری تو؟ توی این نظام دیگه سگ هم صاحبشو نمیشناسه. ببینید آخوندهای ریزشی چطوری سواد رئیس جمهور نوچشمی عظما رو زیر سوال میبرن. رئیسی متاسفانه حالا ما اجهت من خودم و مالی طلبه چون ایشونو میشناسم از اول انقلاب و سوابق تحصیلیشو دارم، نمیتونم حالا نمیخوام اینجا حرف بزنم. خب ببینید یک کسی که 18 سالش بوده داستان شده، این چجوری من به عنوان یه امام جماعت که فقط امام جماعت باشم به خاطر اینکه وقت میذارم برای مردم نمیرسم درست حوزوی خودم رو ادامه بدم، ولی آقا یه داستانی که صبح تا شب بعد حکم بده، این چجوری مثلا تحصیلات حوزویش ادامه داده، چجوری تحصیلات دکتراش رو ادامه داده؟ خب این واقعا قابل سواله. شما باید بیان شفاف برای مردم توضیح بدید. عظما این دم آخری بعد جوری گیج و بیل شده. یکی نیست بهش بگه اگه آلزایمر گرفتی خب بذار جلوت از روت بخون، این سوتیا چیه بی سواد؟ والسماء وما بناها والليل والأرض وما تحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وذكر اسم
قد افلح من زکاها و قد خاب من دسا. عظما از ترس قیام دوباره بگیر و ببند و سرکوب زنان به بهونه بدحجابی رو شروع کرده. پلیس ضمن اطمینان از رعایت موازین اخلاقی و حریم افاق توسط قاطبه شهروندان یادآور می شود که ناگزیر بر اساس وظایف خویش با ناقضان قانون حجاب و افاق برخورد قانونی می نماید. این در شرایطیه که حتی مهرهای ریزشی خودشون هم توی تیوی ریش اینطوری روزه های عظما رو لگدمال میکنن. آقا این یعنی دینگوریزی. شما با اصرار بر چیزی که خود علما خودتون هم لباسهای شما سر و کله هم دیگه میزنی، ما هم شهروندان تماشاچی هستیم در این ماجرا، خودتون با هم به توافق نرسیدی که حدود و ثغور این مداخله در کجاست و شمول این آیات و شمول این احکام به کجا هست. آقا میفرمایند که در حوزه عمومی امر حکومتی حجاب. آقا این کیه؟ آقا 99 وزارت ارشاد جمهوری اسلامی نظرسنجی کرده 70% مردم مخالف حجاب اجباری هستن، مخالف جرمنگاری راجع به حجاب هستن. یعنی میگن آقا چی؟ بفرمایید تبصره فلان ماده 638 رو حذف کنید. این ضبط ترجمه حقوقیش میشه دیگه. حالا دیگه همه میدونن حجاب بهونه است، اصل نظام نشونه است. اگر در مسئله حجاب و عفاف کوتاه بیایید مسئله به اینجا ختم نمیشود و آخر کار نیست. قدم های بعدی و خواسته ها و مطالبات بعدی شروع می شود تا جمهوری اسلامی رو از هویتش خالی نکنن کوتاه نخواهند آمد. البته به پرستوهای ساندیسخار و نمایش های حکومتی که میرسه قضیه فرق میکنه. چرا نباید داشته باشیم؟ اونا دارن می جنگن اونجا. اگه انسان باشیم، یک ذره رحم و شفقت داشته باشیم، وجدان داشته باشیم، هممون دلمون به درد. آخوندهای مشنگم تو این وضع و اوضاع دنبال بازارگرمی برای خودشونن، منتها چون کفگیر به ته دیگ خورده نتیجهش میشه این مسخره بازی ها. باشه اینجا خوبه. داداش کافیه یا بازم بگیرم؟ داداش دادامو داری یا نه؟ الو لایق وصل تو که من نیستم. داداش یه بار دیگه بگیر. دوباره داداش اگه گرفتم سلام ندادی. آره امام رضا دید یه نفر دیگه از من واجبتره، گفت اول اون سلام بده. من که نمیفهم چی. یه لحظه صبر کن. السلام علیک یا علی ابن سلام، السلام علیک یا مولا یا ابن. این یکی هم آوردن توی تیوی ریش تا باهاش خمینی ملعون رو تبلیغ کنن. اما یه چنین سوتی بازاری را میفته. میگم لباس آیت الله خمینی یه جوری عجیب بود، چون اونجا ما عاشق فیلم های چینی هستیم و جوری با این چیز که تو امامشون و جوری که چیز لباس که پوشیده شبیه این استادای کونفو چینی بود. یعنی این پاسدار مشنگم تا دیروز جست میگرفت و میگفت دستش رو از ماشه بر نمیداره، اما تو این مصاحبه معلوم شد که منظورش از ماشه دماغش بوده. کاری که در سپاه صورت گرفت به محض این که ماموریت جبهه حق انقلاب اسلامی، حتی مثلا چینیا میزان تسلیحاتی که به عراقی‌ها دادن تو زمان جنگ، یه انگلیسی هم این هم نوشته شده و تاریخ خودمون هم هست، این به لحاظ اون به صورت جمله کوتاه فارسی گفت خدا کارگر است. مادی و دنیایی جبهه حق انقلاب اسلامی. حالا که تا اینجا اومدیم یه نگاهی هم به چند تا از دستاوردهای اقتصاد مقاومتی بندازیم. این شما و این هم بنایی دانش بنیان.
ایربگ این خودرو هم باز میشه، منتها با کمی تأخیر. Yeah, I got you.